سرانجام قدیمی ترین مسجد یونان بسته شد. مسجد اندلس در منطقه بیر در شهر پیراس که از سال 1989 میلادی به عبادت مسلمانان اختصاص یافته بود، بنا به تصمیم وزارت تربیت و امور دینی یونان بسته شد. این مسجد که قدیمی ترین مسجد کشور یونان محسوب می شود، به بهانه نداشتن مجوزهای لازم بسته شده است. جمعیت اسلامی یونان در واکنش به این اقدام وزارت تربیت و امور دینی اعلام کرد که این تصمیم با هدف قلع و قمع آزادی های دینی مسلمانان صورت گرفته است. این وزارتخانه به مسئولان مسجد 15 روز مهلت داده بود تا مسجد را تخلیه کنند و با پایان مهلت مسجد را پلمب کرد. اتحادیه مسلمانان یونان با ابراز تأسف از این اقدام اعلام کرده که به آنها فرصتی برای مذاکره داده نشده است. این اتحادیه تأکید کرده که مسلمانان یونان در برابر قانون از مساوات برخوردار نیستند. مسجد اندلس به دلیل آنکه در منطقه گردشگری قرار دارد، همواره مورد توجه گردشگران مسلمان بوده است. آتن تنها پایتخت اروپایی است که مسجد ندارد و مسلمانان در اماکنی که خود فراهم کرده‌اند نماز می‌خوانند. در سال 2019 میلادی یک مسجد رسمی در آتن افتتاح شد، اما به دلیل موانع ایجاد شده بار دیگر بسته شد. یونان پس از اعلام استقلال مساجد را تخریب کرد و یا با تعطیل کردن آنها را در مقاصد دیگر مورد استفاده قرار داد.